تیکه رامبد جوان به رایفی پور، من گرین کارت ندارم. تیکه رایفی پور به رامبد جوان، برو قازتو بچرون، تو رو خودمون آدم کردیم. با ما تو این ویدیو همراه باشید، کلکل این دو نفر رو با هم میبینیم و میشنویم. شما برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. خب ماجرای دعوا و کلکل رامبد جوان و علی اکبر رایفی پور رو چند تا ویدیو براش توی کانال درست کردیم که میتونید مراجعه بکنید و اون ویدیو رو کامل ببینید. ولی خلاصه بخوام توی این ویدیو براتون تعریف کنم، ماجرا از اینجا شروع شد که علی اکبر رایفی پور یه سری توییت جنجالی توی توییتر زد و درباره فساد سینما و جنبش میتو صحبتایی رو انجام داد که با واکنش عموما تند سلبریتی‌ها و بازیگران همراه بود، که معروف ترینشون هم رامبد جوان و محسن تنابنده بودن که گفته بودن رایفی پور رو پدر مادرش درست تربیت نکردن و ما خودمون اونو ادبش میکنیم. ولی بعد از واکنش سلبریتی ها رایفی پور صحبت های اختصاصی رو درباره رامبد جوان انجام داد و اشاراتی هم به تولد بچه رامبد توی کانادا داشت و مدعی شد که رامبد گرین کارت آمریکا داره، که رامبد به این ماجرا واکنش نشون داد و گفت من گرین کارت آمریکا ندارم و کلا به جز ایران اقامت هیچ کشوری رو ندارم و فقط پاسپورتم ایرانیه، که یه سری صحبت های جدیدم توی پشت صحنه برنامه خندوانه انجام داد و برای بار چندم دوباره صحبتاش رو تکرار کرد و گفتش که من گرین کارت هیچ جایی رو ندارم. که بریم با هم صحبت های رامبد جوان رو اول بشنویم، در ادامه صحبت های رایفی پور هم میبینیم. میگم که من گرین کارت ندارم. یه دوستانی اومدن توی صفحه، الان چون یک جنبشی مثل که راه افتاده که گرین کارت، اونایی که گرین کارت میگن گرین کارت رو زمین بذار اینا، من گرین کارت ندارم، قبلا هم گفتم، ولی یه دوست ندارن یه چیزایی رو هی بشنم، یه دوست دارن حرف خودشونو تکرار کنم. من گرین کارت ندارم، در نتیجه من مخاطب این موضوع نیستم. خب در پاسخ به این صحبت‌های رامبد جوان، علی اکبر رایفی پور هم در سخنرانی که شب گذشته انجام داد باز هم صحبت‌هایی رو درباره رامبد جوان و محسن تنابنده انجام داد. گفت که رامبد جوان و تنابنده رو خود تلویزیون ما آدم کرد، وگرنه اینا رو کی میشناخت؟ اصلا کمدین شاخصی هیچ وقت نبودن. محسن تنابنده با سریال پایتخت و رامبد جوان هم با برنامه خندوانه تونستن با کمک رانت صدا سیما معروف بشن. الان که دارن درآمدهای میلیاردی میگیرن و برای هر قسمت رامبد جوان 150 میلیون داره پول میگیره. و خطاب به صحبتایی که رامبد گفته بود تربیتت میکنیم، گفت تو برو قازتو بچرون، بابا تو کی باشی که بخوای منو تربیت کنی. بریم صحبتای علی اکبر رایفی پور رو درباره رامبد جوان و محسن تنابنده بشنویم. به خدا همین تلویزیون شما رو آدم شد. آخه کی محسن تنابنده میشناخت؟ ها؟ رامبد جوانی که چی میشناخت؟ یعنی میشناختن که اصلا، یعنی تو کمدینا اصلا حسابش نمیکردن مردم. خندوانه رو همین صدا و سیما دست داده، پایتخت رو همین تلویزیون، با اینا چی شما رو میشناخت؟ جز اینه؟ ببین اسم اینا رو، ترنداشون رو نگاه کنی، ببین اسم اینا کی سرچ میشه، بیشتر سرچ میشه. خندوانه شروع میشه، اسم این سرچش میره بالا، تموم میشه دوباره میاد پایین. او دار و نداره در رانت تلویزیونه. الان هم بخش اومد، من نمیدونم بپرسی، میگه بابت هر برنامه دو و دو و دو و دو و بابت هر برنامه دستمزد خودش 140 تا 150 میلیون. عواملو ول کن، دستمزد بیات جواب بده، ما شنیدیم، ما پاسخ میخوایم، شفافیت میخوایم. از من خواستید، من رایفی پور قبل عید با خبر فوری مصاحبه گذاشتم، همه دار و ندار و کارامون رو، حساب و مؤسسه، همه چی، با اینکه مثلا مسئولیتی هم ندارم، با پول بیت المالم سر کار مطلقا ندارم، والله العلی العظیم بگو یک ریال. هر چی سند داره برداره بیاره. شما دیدید دیگه نه علی هم دیگه هر چی بوده لو دادن دیگه، اصلاح طلب و اصولگرا رو زدن، اصولگرا اصلاح طلب رو زدن، آی از اون بودجه حسن خمینی انقدر میگیره، اون نمیدونم گفت نمیدونم آیت الله مصباح مدرسه شون انقدر میگرفته، از ما اگه دارید بیارید. من نمیگیرم آخه، من مطمئنم خودم. خب مردم کمک میکنن، بیشتر کمک کردن بیشتر کار میکنیم، کمتر سوختمون کم شده، خب بچه ترمز بکشید با 40 تا میگیم. ما مردمه، من برنامه مثل خندوانه رو مضر نمیدونم و خوب میدونم، تو ایجاد نگاه کن، تو ایجاد وحدت ملی، تو همون قصه خوزستان اتفاق افتاد، عربا رو دعوت کردم، من خودم برنامه نگاه کردم، حال کردم، خدا بکشید بابا شما کارو خوب بکنید ما میگیم، اما این نباشه که من یه حرفی زدم یهو دهن وای من تا
تو را اگر پدر و مادرت تربیت نکردن من تربیتت میگم. برا بابا برقاز تو بچرون تو. من پدرم بعد 8 سال جنگ صدام ول کرده، بابای ما ول نمیکردم منطقه بر نمیگشت. بابا ول کنی که جنگ تموم شده برگردیم. 1970 بود سال 70 67 همینجور جنگ 70 بود بابای ما جبه. من یادم ما بچه بودیم همیشه هر امامزاده جایی میرفتیم مامانم گفت دعا کن بابا از منطقه برگرده. خدا شد. چی داره الان؟ هیچ. بعد از اون ما ماشینش کار میکنم، یا کرونا اومد یا نم بنده خدا میترسه هیچ. بیست خون برجی 6.5 حقوق بازنشستگی داریم. من فیش حقوقی بابام هم شفاف کردم. مادرمونم یه زن خانه دار. تو کل فک و فامیلمونم الحمدلله یه دونه مسئول نداریم به هم، یه دونه روحانی هم نداریم. خب مملکت از دست رفته نداریم. خب خوبه ها، ما نداریم چه کار کنیم. ببخشید به بزرگوار خودتون ببخشید. خب نداریم چه کار کنیم. معروفشون منم، معروف ترینشون منم. هر چی پیدا کرد مال خود یه دردید. اما وقتی اینجوری حرف میزنی چرا لال بودی؟ وقتی هم صنفای خودت داشتن میگفتن آقا اینا 5 تا 5 تا این باید به اون نمیم چیکار کنم، چون موقع حرف نزدی. چرا موقع من اگهش بگید من تو را تربیتت میکنم بشین بابا. من کجا تو بگیرم نمیری؟ به قرآن ما محب امیرم نمیگم شیعه امیرم، ما محب امیرم ما یاد دادن اخلاقی به جنگیم و الله هر کدومشون اینقدر ازشون مطلب هست. نه من خودم این کار رو خواهم کرد، یعنی الا روزی که دیگه ببینم نه یه واقعا اینا قصد برگشتن ندارن. خب دوستان نظرتون راجع به صحبت‌هایی که علی اکبر رایفی پور انجام داده چیه؟ به نظرتون کدوم یکی از این دو طرف داستان حق دارن؟ به نظرتون علی اکبر رایفی پور حرفاش درسته یا رامبد جوان و محسن تنابنده و بقیه سلبریتی‌ها؟ شما طرفدار کدوم قسمت ماجرا هستید؟ برامون تو بخش کامنت‌ها حتما نظرتون رو بنویسید و بهمون بگید حق با کیه. یادتونم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.